قسمت چهارم سریال عائله، خانواده یا فامیلی. تو قسمت سوم دیدیم که بعد مشاجره سر قرارداد ازدواج، دوین خارج میشه از خونه اصلان و میره خونه خودش. صبح روز بعد دوین میرسه مطب مشاورش و میبینه که جهان اونجا منتظرش نشسته. باهاش خیلی تون برخورد میکنه و میگه یکم منتظر بمونه بعد بیاد تو، و اینکه از دفعه بعد اول زنگ بزنه و وقت بگیره بعد بیاد برای جلسه مشاوره. جهان خوشحال میشه که بالاخره دوین راضی شده اونو بپذیره. توی جلسه بهش میگه که اصلا روی واقعیشو بهت نشون داد و به همین خاطر راضی شدی که منو ببینی. بعد یه خاطره از دوران بچگیشون میگه که توی جنگل تا دیر وقت میمونن و وقتی برمیگردن هولیا اصلا رو بغل میکنه اما جهان رو تنبیه میکنه و میزنه. و از اون طرف اصلا که میبینه دوین جواب تلفنشو نمیده، خودشو به مطب دوین میرسونه. همزمان که جهان توی مطب بوده میرسه، ولی دوین میگه که بین من و تو دیگه مایی وجود نداره و چون اصلا بهش تلفن میشه از مطب دوین میره. در حقیقت تلفنی که به اصلان میشه بهش میگن که آتیلا با یه عده محافظ اومده رستوران بار اصلان و به همین خاطر اصلان اونجا رو ترک میکنه. دوینم که عصبانی شده بود به جهان میگه برای امروز دیگه تا همینجا بسته و از جهان میخواد که بره. آتیلا به اصلان میگه به خاطر اصلان کارشو از دست داده و ازش میخواد که عموشو کنترل کنه. اما اصلان میخنده و میگه اگر کنترل نکنم چی میشه. آتیلا چیز خاصی نمیگه و میره. دوین میره خونه مادرش رو میبینه. تو کمد اتاق مادرش پر از لباسا و کفشای گرون قیمته که هنوز اتیکت هاشون بهشون وصله. شروع میکنه به دعوا کردن با مادرش و میگه که این همه خرج میکنی و پدر رو به دردسر میندازی. مادرش نشه هم عصبانی میشه و بهش میگه تو حق نداری منو سوالو جواب کنی. من سعی میکنم که با این کار خودم رو شاد نگه دارم و ادامه میده، میگه من حداقل برای شادی خودم تلاش میکنم، اما تو چی؟ تو حتی اجازه نمیدی کسی وارد زندگیت بشه. بهش میگه تو ترسویی و از اولی که دنیا اومدی همین شکلی بودی و میگه تو به جای مراسم تولد همیشه از عزاداری خوشت میومد و همیشه دوست داری پشت بدبختی ها قایم بشی. بهش میگه حتی شغلی که انتخاب کردی بر اساس ناراحتی های مردمه و اینکه تو با کمک کردن به مردم نیست که خوشحالی، بلکه به این خاطره که میبینی خیلی ها زندگیشون از تو بدتره. دوین از خونه مامانش میره بیرون و اکو که داشته دوین رو تعقیب میکرده میبینه که یامور هم از همون خونه یا از همون طرف ها میاد بیرون و تعجب میکنه. توی خونه اصلان در حالی که داشتن اصلان و هولیا سر عموش ایبو مشاجره میکردن بحث به دوین میکشه و اصلان به مامانش میگه که من عاشق دوینم و تا حالا راجع به هیچ زنی این حرفو نزده بودم. میگه من تا حالا راجع به هیچ زنی این حرفو نزده بودم و تو نمیتونی جلوی ما رو بگیری. دوین میره بار و اکو هم که از دور حواسش بهش بوده دنبال اون وارد بار میشه. سر میز شام هولیا از لیلا میخواد که به شوهرش دولگا بگه با وجود شکستگی هایی که داره بیاد سر میز بشینه و غذا بخوره، اما این بار لیلا زیر بار نمیره و سر اصلان و مادرش داد و بیداد میکنه. ازشون میپرسه میدونین چرا کایا پسرش اصلا حرف نمیزنه؟ به خاطر اینه که توی خانواده سویکان به دنیا آمده. و اصلا هولیا میگه یکیتون به یه آدم جلوی بچه های کوچیک با تفنگ شلیک میکنه، اون یکی هم میره پدر بچه ها رو ناقص میکنه. و اصلا میگه تو کجا بودی وقتی مادرت منو به زور مجبور کرد با تورگا ازدواج کنم؟ اون وقت وقتی خیانت میکنه میری مجازاتش میکنی؟ اکو به اصلان مسیج میده که بیاد بار. اصلان و دوین از بار خارج میشن و تو ماشین با هم حرف میزنن. دوین میگه از اینکه سعی کنه قوی باشه خیلی خسته شده و در نهایت با هم میرن خونه اصلان. صبح دوین یه برگه میذاره جلوی اصلان و میگه این هم شرایط منه، اگه هر دو نمیتونیم خوشحال باشیم پس تو هم با شرایط من موافقت کن تا هر دو ناراحت باشیم. اصلان موافقت میکنه. اصلان تو خونه میگه که میخوان تا یه هفته دیگه عروسی کنن و هیچ مراسم خاصی نمیخوان. هولیا از اصلان میپرسه که بعدش کجا میخوان زندگی کنن و وقتی اصلان میگه تو خونه من، هولیا از اتاق خارج میشه.
جهان توی مذهب از دوین میشنوه که عروسی برادرشه و بهش میگه بعد از حرف زدن با تو تونستم برای اولین بار راحت بخوابم. دوین با وجود اینکه قانونا نباید با جهان مشاوره داشته باشه، اما ازش میخواد که باقی داستان زندگیش رو تعریف کنه. جهان در ادامه تعریف میکنه از اون روزی که گم شده بودن و میگه وقتی یکی از بچه ها با سنگ زد به سرم بیهوش شدم، مادرم فکر کرد که من مردم، منو بغل کرد همونطوری که اصلان رو بغل کرده بود و اون شادترین لحظه زندگی من بود. هولیا عکس هایی از جهان میبینه که از مذهب دوین میاد بیرون. زنگ میزنه به اصلان که برای عروسی باید جهان به عموش رو دعوت کنه. اصلان هم جهان رو دعوت میکنه و وقتی که دعوت میکنه در حقیقت روی دستمال کاغذی اسم جهان رو مینویسه و اینکه دعوت شده به عروسی. جهان خیلی خوشحال میشه. روز عروسی ایکو یامور رو میبینه و تازه اونجا میفهمه که یامور خواهر دوین هستش. هولیا وقتی که عروس یا همون دوین میرسه توی حیات خونه، گلها و نقلها رو توی صورت دوین طوری میپاشه که دوین مجبور میشه صورتش رو برگردونه. تو برخورد اول هولیا وقتی به نشه مادر دوین معرفی میشه، در مورد طلاقش بهش متلک میده میگه و دوین هم توی برخوردش با دوستای هولیا بهشون میگه که با اصلان توافق کرده که بعد عروسی فامیلیش رو به سویکان عوض نکنه و همون دوین آیکین باقی بمونه. هولیا اونجا شوکه میشه و میره اصلان رو تحریک میکنه که وقتی فامیلت رو زنت حتی نگرفته نمیتونه بهت وفادار بمونه. مراسم عقد انجام میشه و جهان برای کادو به اصلان تسبیحی رو میده که پدرش تو مراسم ختنش بهش کادو داده بوده و میگه که به نظرم بهتر این دسته یه سویکان واقعی باشه و براش آرزوی خوشبختی میکنه. اصلان دوین و جهان رو به هم معرفی میکنه و اونها به روی خودشون نمیارن که همدیگر رو میشناسن. مراسم ادامه پیدا میکنه و هولیا به جهان میگه که اصلا اگر بفهمه که پشت سرش با دوین ملاقات داشتی معلوم نیست چه بلای سرت میاره. جهان هم بهش میگه تو خودت روزی که اومدی کافه من مشخصات دوین رو از قصد به هم دادی، امروز هم از قصد منو دعوت کردی که برنامه شب رو به هم بریزم. به هولیا میگه چون تو از این عروس خوشت نمیاد، من حاضرم به خاطر تو برم و همه چی رو بهشون بگم تا برنامه شون به هم بخوره. اما به جای اینکه بره بگه، وقتی میبینه هولیا حتی نگاهش هم نمیکنه، از کنارشون رد میشه. جهان توی مراسم مست میکنه و اصلا دستور میده ببرنش بیرون. مادر دوین هم مست میکنه و یامور میبردش سوار تاکسی بشه بفرسته بره خونه. عموی اصلان به هولیا میگه که کمال سلام رسوند و اینکه خوبه با تکیه به اصلان میتونه با آدم ها شگلیک کنه و ازش میپرسه وقتی اصلان از اینجا بره چی کار میکنه و بهش همینطور میگه که خیلی دلش میخواد از هولیا و بقیه افراد خانواده حمایت کنه، اما هولیا راضی نمیشه و میز رو ترک میکنه. یامور میفهمه که اکو دوستش داره و اونجا یامور دوباره اکو رو میبوسه. قبل اینکه جهان رو از مراسم ببرن بیرون، توی مراسم دعواش میشه و اصلان ازش حمایت میکنه، ولی در نهایت وقتی عروسی حسابی به دعوا تبدیل میشه، اصلان چند تا گلوله به آسمون میزنه و بعد هم با بی احترامی اصلان رو میندازه بیرون. تولگا طبق معمول مشغول تلفن حرف زدن بوده و برای اصلان همزمان مسیج میاد که من نتونستم بیام عروسید اما برات کادو فرستادم. وقتی اصلان این مسیج رو میگیره، سراسیمه به سمت در خروجی باغ میدوه و بقیه هم دنبالش میرن و میبینه که یه موتوری با سلاح اونجا نگه میداره روبروی اکرم و شلیک میکنه. در حالی که همه توی شوک هستن، هولیا با خونسردی نگاه میکنه و اینجا قسمت چهارم سریال عائله به پایان میرسه. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنین. ممنونم.